was having to add that. Long as it's long. Tak może się ma moment praktyk emontacji. Kiedy utwór emont wysyni, to chyba powinien się zechł emont hamam się wyłączać. Na moc wysyni, jej szakiat hesorni się, edamy nie. A gdyby mechdor ruchu ham się, ruchu kier, Allah ekber rafu, به رکوع امام نرسید فردا نمازش به طور فرادا سکین هست به شکرت حساب کشید نه اون فرس سرون الله اکبر گفت رفت طرف روح به رفو نرسید امام بارند شد این بارند شد بایسته فرادا میخونه میره دستر میکنه رکعت بعد با امام الله اکبر گفت رفت طرف روح به حد رکوع نرسیده دید امام بلند شده اینم باید بلند شد وایسته یا نماز فرادا میخونه میره یا سر میکنه رکعت بعد با امام ادامه میده نمازش شده منظور همزور نکنه بلند میشه وای میسته الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین فرادا داره میخونه یا اینکه سر میکنه رکعت بعد با امام میشن جماعت این هم یه مسئله بود این هم خونده نیست فرمودن نمازش باطله فرمودن نمازش فراداست فرمودن چیه رکعت سوم امام بود الله اکبر گفت رفت به رکوع دیگه برسید با ایستاد به رکعت بعد امام برسید بارک الله آره همسور اگر اول نماز را بین همسور اختیار کنند اول الله اکبر گفت الله اکبر بعد از امام یادتون نره اگر همراه امام آدم تکبیر بده نمازش باطله باید دوستان خیلی میخوان به ثواب برسن از این در به مشکل میخوان همجاب خراب میشه همراه امام نباید الله اکبر رو تکبیر گفت بعد از پایان تکبیر امام الله اکبر تکبیر خب اگر از اول نماز یا بین حمد و سوره اختیار کنند هم بین حمد و سوره هم اختیار کنند فرصه و بیش از آنکه به رکوع برود امام سر برده این باید باورد باید اما یکی این طول دار امام هم خیلی سریع میخوند مثلا خب قبل که بره به رکوع امام سر رکوع باید میشه نماز رو به طور جماعت سکیل هست نمازش جماعت صحیح است این فتوای امام رو داریم میخونیم فتوای آقایان و دیگر رو باید بعد عرض کنیم بیشتر از اینکه به رکوع برود امام سر از رکوع بردارد نماز او به طور جماعت صحیح است و باید رکوع بکنند خود را به امام برساند آره در سجده خود به امام برسید دیگه اینجا رو به جمعه خب اگر از این ها رو فتوای آقایان دیگه اگر اول نماز را بین هم سور اختیار کنند
این ترس های آقای خویی سیستانی تبریزی زنجانی که خب آقای سیستانی و زنجانی جز مراجع حاضر به اتفاقا بیش از آن که به رکود درود اتفاقا پیش اومد تبریزی اینکه این به رکود درود امام سر از رکود بردارد نماز اون صحیح است. این آقای مخارم و خود را به رکوع امام نرسانم جماعت او صحیح نیست مگر اینکه عذری داشته باشد. یهو پادر یه جوری شد که نتونست خم بشه، کمردر یه جوری که نتونست خم بشه، به این دلیل نرسید به رکوع و یا نه اگه نرسید به رکوع نمازش خراب بود. جماعت او صحیح آقای گلپایگانی و آقای صافی که باز آقای صافی تشریف دارن چنانکه عمدن رکوع خود را تأخیر نینداخته باشد نماز صحیحه، یا یلره تلره کرده یا پیش اومده و الا احتیاط لازمان است که نماز رو تمام کنند دوباره بخواهد. یه هم بخواهد شک کنند حالا مثل منه که اونجا این به فتوای آقایان مشکل بود منم چی همین شروع داشت نمیدید هر کسی به مرجعش مراجعه کند در صورت شک. حالا مثلا های سیستان داری میخونیم چنانکه شکنش بعد از تجاوز از محل باشن تجاوز از محل یعنی چی؟ مثل اینکه بعد از تمام شدن رکوع شک کند که به رکوع رسیدم یا نرسیدم رکوعشو انجام داد از رکوع نشد حال تازه شک کرد. خب جماعتی صحیح هست در غیر این صورت میتواند نماز را به نیت فرادا تمام کند. این اگر به بعد از شک مال بعد از رکوع نیست تا شکر دیده نماز فرادا می کنند و نیت فرادا می کنند و نماز تمام می کنند. آقای وحچه هم فرمود نماز صحیح هست، شکر نماز صحیح هست، فرادا شده همه می گویی که بعد از محل این رخوش الله اکبر رفت رو رخوش انجام داد پرنه شد شکر تازه شکر نه اون دست اون لحظه شروع و اگه شکر نماز جماعت شد خودتان دیگه درست نماز شد. اگه در محل شکر این پیچ بدیم یادتون بیره پیچ میشه این فرادا آره اگر این دیگه مسئله داریم چون قبلا هم عرض کردیم الان هم گفتم الله اکبر نماز ظهر یادم اومد خدایی نکرده نماز ظهر قضا شده این دیگه میتونم برگردم به نماز صبح کنم دو رکعت نماز صبح بخونم دو رکعت نماز عصر ظهر هم بخونم با امام ببینم نماز به عقب برگشتن نیتش ببینم صحیح یادم اومد نماز صبح قضا شده بعد گفتم یه نیت هم عوض کردم بدم و صبح گردم من دیروز هم نماز رو قضا شده بعدم راحت میرم خب میتونم نیت برگردم به دیروز عقب میشه نیت برگردم. حالا مثلا میگم مثلا من به نیت نماز عصر الله اکبر نماز عصر نیت کردم اشتباه هم یادم اون نماز رو نخوندم تبدیل کنم به نماز ظهر ابنم اما نیت نماز ظهر گفتم بعد یادم آمد نماز ظهر رو خوندم یه کارش نمیشه به جلو نمیشه به عقب میشه دیگه برگردم
اون حق بعد من نمازم شروع میکنم، بعد میرم که به اگر نمازم رو بخونم به جماعت نمیرسم، اینو تبدیل میکنم به نافله، پیچش زیاد میشه تبدیل میکنم به نافله، سر دورکت سلام میدم، دورم میشم به جماعت اختیار میکنم. نه یعنی ما خوش خور رحمت است. زمان یزید که امام حسین رو کشتن، زمان معاویه که امام رو نکشتن، حالا اونم کشته، اما خطر زمان معاویه برای اسلام از همه ادوار دیگر تاریخ شاید بیشتر باشه. یک اسلام جدیدی، اینا رو خلاصه از میکنم، یک اسلام جدیدی معاویه ساخته. برای همه جای اسلام حرف درست کرده. این کتاب های اهل سنت شما باز میکنیم، دو تا روایت داره درست زده. مثال میگه که جابر در کتابی درجه اول میگه بله ما در زمان پیغمبر این کار رو میکردیم، دستور پیغمبر بود، مثلا حکم خدا بود، حکم دین بود، این کار انجام میدادیم. بعد در زمان خلیفه اول هم اسم میبرده مثلا اونم انجام میدادیم. در زمان خلیفه دوم یک عبارت شد قال فیها رجل به رأیه، در اون عصر یک کسی به رأی خودش حرف میزد، جرأت نمیکرد توضیح کافی بده. پس شما میفهمید که در زمان خلیفه دوم یه چیزی شده. دو قدم تر اون برتر بیدیم بیدیم که بله نه پیغمبر تر بود اون کار رو بکنیم، اون کار دوم. اینا در پس معاویه ساخته شد. تمام اسلامی برای اون برها همه اسلام اسلامی که زمان معاویه ساخته شد، تمام اسلامی اسلامی سید توی سوره نماز چرا شما بسم الله الرحمن الرحیم نمیدونید؟ فقط برای هم بسم الله میگن، اونم آهسته میگن، های خلاف دستور به من برده پیغمبر بلند بسم الله میگفت. حالا آهسته هم مثلا حالا نماز ظهر و عصر آهسته به سلوگه نداره، بلند گفتن مستحبه آهسته، اما در نماز هم مثلا مغرب عشا هم آهسته میگه الحمدلله رب العالمین، بسم الله حمد رو میگه، بسم الله حمد رو میگه، بسم الله حمد رو میگه، بسم الله برای سایر سوره ها جزء آیه قرآن نیست، اصلا جزء آیه قرآن نیست. این یه ذرنشه دارم عرض می کنم، خدایی که توی حرفای اینا هست خدای جسمانی، روز قیامت سواره،
یک استر می شود یا الله نمیده میان توی صحنه قیام به مردم مسلمان میگوید من خدای شما هستم اینا نگاه میکنن من تو را این قیافه ندیدم این طرف ها این این حدیثه ابو هریره گفته است که رسول خدا فرمود این شده زمان معاویه ایشون رو نشوندن بر مسند آقای ابو هریره نشسته بر مسند هر چی رو چه اینا شده یک دین اینا رو هست مصطفی علیه السلام تو جیگرش رو میذارن که چه خبر دارن چه کار دارن مقابلش هم هیچ کاری نمیشه حالا عرض میکنم که بعد چون میخواست چه کار هیچ کار نمیشد بعد سخور کار درجه بدن نمیشینه تا این دوره بگذره دوره طوفانی بگذره کاری که از مشتبه رسمان کرد دیدید اگر جنگ رو ادامه میداد با معاویه تا ایشون به مسنده اصلا قدرت و حکومت رسید جنگی که پدرش میخواست انجام بده ایشون شروع کرد اما خب میدونید که چطور شد چطور شد اگر وایمیسا دوستان خوبش وایمیسا اونه که مسلمان بودن، معتقد بودن به پول خریده می شدن، اونا باید می زدن مثلا یه فرمانده داشت ایشون به نام قیس ابن سعد ابن عباده قیس از فرماندهان خوب حضرت مجتبی بود عبیدالله ابن عباس پسر عمو خریدن شدن قیس ماند خب حالا ما میخواییم با کمک قیس و سربازانی که وفادارن بمانید و با معاویه بجنگیم ما چند نفریم؟ مثلا 5000 نفریم اونا چند نفرن؟ 100000 نفر خب اگر 5000 نفر با 100000 نفر بجنگن این 5000 نفر همه قتل عام میشن اتفاقا معاویه همین را میخواهد که شما بجنگیم که همه دوستان یاران مسلمان یه کسانی زمان پیغمبر رو درک کرد رسول من باشید درک چه زمان پیغمبر رو درک کردن دیدن پیغمبر وقتی رسول میگیره اینجوری رسول میگیره اینا دیدن اونا میخوان حضور اینجوریش کارن حضرت مشتبه خوشید است اینایی که دیدن حضور چجوری پیغمبر گرفت نماز چجوری خوند جنگ چجوری رفت صبح چجوری کرد نماز میت زد نماز میت دعواشون شده یکی میگفت 7 تکبیر داره یکی میگفت 6 تکبیر داره یکی میگفت 4 تکبیر داره یکی میگفت 5 تکبیر داره اونایی که دیدن همراه پیغمبر بودن باید بگن که بابا کنون درسته این که از مجتبه نجنگی با معاویه صلح کرد برای صلح کردن مثل سر با کشته شدن بود صلح کردن سر با کشته شدن بود اما تحمل کرد که اینا سالم بمونن که بعد بیان اون وقتی که دوره معاویه میگذره اینا بیان توی کوچه و بازار برای مردم بگن که بابا موضوع پیغمبر چی بود همش هستا اینایی که شما الان رفتار میکنید عین این نماز شما میکنید روزه که میگن همش توی دواقع رسانت هست همش هست اما در برابرش دروغایی که معاویه ساخته اینا رو خونسا کرده اگه نبود هیچ شما نبشید یکی از آقایان علما یک کتاب نشید فقط یک کتاب در مورد وضوع که وضوع پیغمبر چه جوری بوده همین وضوع ما در روایت اهل سنت هست اما از بس دروغ های اون بر زیاده زمان ما به دروغ ساختن دروغاشون زیاده اینا
رفته کنار. این راستان یه دونش نمیموند، شما هیچ راهی برای اثبات اسلام درست نداشتید. حالا ما راه داریم. یکی از علمان بزرگ ما بود درانه علامه شرف الدین، ایشون یک کتاب فقه نوشته، فقه دوتا مکتب رو ما بس کرده، آخرش یه جور رسونده که معلومشه که اینا درست میگم، یه ماها درست میگیم. از کجا میگیم؟ روایت امام صادقی که من نمیتونم به خورده اون بدم که اون قبول نداره که، روایت پیغمبر میخواد، روایت پیغمبر من داریم آقا. من باید اینی که گیر دارم، از اون لالوها گیر دارم، نشون بدم که باید این درست. این زحمت ایست که حضرت مشتبه که یه زحمت شد برای هزار حالا به آبرومندی محمد و آل محمد صلوات که علیه اجمعین امر فرج و ظهور و بریکت و اصلاح موانع و مشکلات فرجش رو برطرف بفرما، قلب مبارکش رو فرج شادمان بفرما، همه قصه از دل دوستانش به فرجش برطرف بفرما، حوائج اون حضرت و حوائج همه دوستانش رو خوب و رحمتشان برآورده به خیر و عافیت بفرما، بلاها مصیبتها و قصه ها آفات آفات و از اون وجود مبارک و دوستانش دور بفرمایید، کشور ما، کشور عراق، بحرین، لبنان، فلسطین، افغانستان، سوریه، مصر، همه عالم اسلام و پناه و حضرت از همه خطرات و بدیات محافظت بفرمایید، شرط اشرار و که کفار بود و نصارا آمریکا و اسرائیل و از سر مسلمان ها کنم دستشون از سرنوشت اهل اسلام قطع می‌کنم، امنیت، عافیت، وسعت رزق، خیر و برکت بر همه عالم اسلام و خصوص کشور ما نازل می‌کنم، بلا و گرانی را از کشور ما دور می‌کنم، اموات ما، ضرب حقوق ما، پدر مادرهای ما، معلمین و اساتید ما، قریب بهار رحمت و مغفرت هر کس به این مسجد نماز خوانده از ائمه جماعت گذشته این مسجد آیت الله آقای واصف احمد لواسانی، آقای اخوی ایشون آقای واصف سید العابدین لواسانی، آقای شیخ فضل الله سعادت، سه تا عالم خیلی خوب اینجا نماز میخونه و همه آدم هایی که دوستانی که خب خیلی ما رفقا و دوستانی نداشتیم اهل این محل یا تاسف های این محل که اینجا نماز خوندن ولو یک بار نماز خوندن و از دنیا رفتن قریق به ها رحمت و مغفرت هم چی بود اسمه؟ محله مکتبی بود مریضای اهل اسلام، مریضای منصور نظر، مریضای خاصه، مریض منصوره، مریض منصور، شفای عاجل خیر، مرحمت جمع ما را مریض و مریضدار قرار عواقب همه امور ما را ختم بخیر عاقبت های عمرمون رو ختم بخیر ما را لحظه به کم ترس لحظه ای به خود ما وامد توفیق ترک گناه و ترک اخلاق بر به خصوص در ماه رمضان به ما مرحمت بفرد این ماه رمضان را آخر ماه رمضان عمر ما قرار این ماه رمضان را برای ما پس برکت فرار فردای عمر ما را از گذشته عمر ما بهتر فرار
امام زمان ما را از رفتار و اعمال و اخلاق ما راضی و خوشنود بفرما. توفیق زیارت عتبات آیات به تکرار و به عافیت نصیب همه ما و همه آرزومندان این راه برکت را بر روی مردم نادانندان سلمان و شیعه دیگر نبند. آنچه گفتیم و آنچه نگفتیم به ما مفتاجیم به فضل و کرمت به ما مرحمت بفرما. الهی آمین.